به نام خدا، محمد عظیمی هستم با یک ویدیو جدید از سری آموزش های برنامه‌نویسی به زبان PHP در خدمت شما هستم. تو این ویدیو قصد دارم تا نحوه استفاده از if statement ها رو در زبان PHP براتون بگم. میدونید که دستورات if و else در تمام زبان های برنامه‌نویسی کاربرد بسیاری دارن و ما در یک پروژه برنامه نویسیمون هر چقدر که مختصر باشه امکان نداره که از این دستور استفاده نکنیم. خب ابتدا باز میکنم ویژوال استودیو خودم رو. یک تگ HTML باز میکنم چون میخوام بدنه PHP خودم رو در HTML بنویسم. تایتلم رو میذارم PHP آموزش PHP و اینجا تگ PHP خودم رو تعریف میکنم. در این مثال ابتدا یک متغیر تعریف میکنم. همینطور که میدونید برای تعریف متغیرها حتما باید از دالر ساینس استفاده کنیم. اسم متغیرم تی به عنوان دیت تایم برابر با کلاس دیت و متدی رو که از کلاس دیت میخوام ازش استفاده بکنم متد هورس هست، ساعت. در گام بعد if اگر stmn کوچکتر از 10 بود برای من نمایش بده اکو have good morning. و در اینجا پرانتز باز و بسته باید بشه. از دستور else if برای تعریف متغیر بعدی استفاده می کنم. اگر st بزرگتر از 20 بود اکو کنم have a good day. و در انتها else. خب برای else
دیگه نمیخوام اینجا برابری ها رو با هم دیگه مقایسه بکنم. خب الس اگر دیگه خودش معلومه اینجا که اگر صبح نباشه یا روز نباشه، خب مسلما پس شب هستش. کافیه که فقط بدنه الس خودم رو تعریف بکنم و مستقیما اکو کنم. هاوه گود. نایت. سیف میکنم کدم رو. لوکال هاست. باز میکنم برنامه زمپ رو. ستارت. مسیر برنامه من لوکال هاست فولدر پی اچ پی سلاش و نام فایل من index.php هست. خب مقداریه که برای من نمایش داده این بالا هست. Have a good day. اشتباهی من اینجاست که تمام خط کد خودم رو توی تایتل نوشتم. لایک بکنم و این بخش از کد خودم رو در قسمت بادی می نویسم. مجددا سیو میکنم. رفرش میکنیم. خب می بینید که Have a good day رو برگردون طبق این ساعتی که من الان روی سیستم خودم دارم. خب این یک مثال خیلی ساده از استیتمنت if else و else بود. سه تا شرط تو در تو رو با هم دیگه اینجا مقایسه کردیم از طریق if else. استیتمنت بعدی که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم switch case هستش، که برای switch کردن روی متدها و یا پراپرتی های خاصی که مد نظرمون در عین زمان اجرای کد بهشون نیاز داریم از سویچ کیس استفاده میکنیم. خب اگر با زبان برنامه‌نویسی دیگه ای قبلا از دستورات سویچ کیس استفاده کردید، میدونید که سویچ کیس برای اینکه سویچ بکنیم روی یک متغیر حتما باید متغیر رو قبلش تعریف بکنیم. حالا میتونیم متغیر مقدارش از طریق کاربر به صورت ران تایم وارد کیسمون بشه و یا اینکه اون رو از قبل براش تعریف کرده باشیم. خب من اینجا یک متغیر تعریف میکنم به نام my color به عنوان مثال و مقدارش رو برای شروع رد میذارم. در گام بعد از دستور سویچ استفاده میکنم سویچ و متغیر خودم رو بهش پاس میدم my color. در اینجا از عبارت کیس استفاده می کنید و اینجا الگوهای خودتون رو تعریف کنید. خب کیس اول اگر رد بود مای کالر من، برای من
اكو كون your color is red و در انتها بریک کن. اگر کیس بلو بود اکو کن your color is blue و همچنان break اگر case برابر بود با اورنج اکو یور کالر ایز اورنج. خب این نوه تعریف سویچ کیس هستش در زبان PHP. سیف میکنم کد رو، رفرش میکنم. Your color is red. خب اینجا میبینید که رنگ برگشتی ما رو قرمز برگردون توی دستور سویچ کیس، به خاطر اینکه مقدار ورودی پراپرتی من، متغیر من اینجا red هستش. خب من اگه این رو الان به اورنج تغییر بدم، سیو میکنیم. میبینید که این بار رنگ من اورنج شد و همینطور برای بلو. خب اینم نحوه استفاده از دستور سویچ کیس. استیتمنت بعدی که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم حلقه ها هستن و حلقه دو وایل رو با هم کار میکنیم. خب از اونجایی که PHP هم یک زبان شیگرا هستش و object oriented هستش، هر سه حلقه وایل، دو وایل، فور و فور ایچ رو میتونید تو این زبان پیاده سازی بکنید و ازشون استفاده بکنید. خب به عنوان مثال من از وایل براتون یک مثال میزنم، یک متغیر تعریف میکنم به نام my number و مقدار اولیش رو صفر قرار میدم. از حلقه وایل استفاده میکنم. خب وایلاتون رو میتونید، یا برای اینکه وایلتون شروع به چرخش بکنم و توی لوپ بیفته، وایل ما ترو میکنم. وایل میتونه فالس هم باشه که غیر فعال میشه. وایل میتونه هر دستور دیگه هم توی بدن خودش بگیره. خب اینجا میگم my number plus plus بشه و در گام بعد اکو کنم
my number. خب در اینجا من یک متغیر تعریف کردم به نام my number و مقدار اولیش رو صفر قرار دادم. خب اینجا زمانی که در حلقه while قرارش میدم بهش گفتم که پلاس پلاس بشه، یعنی هر بار یک مقدار بهش اضافه بشه و در نهایت هم برام اکو کنه که من بتونم حالت نمایشیش رو هم ببینم. خب وام میکنید، میبینید که شماره همینجوری داره میره، فقط مقداری که اینجا برای من داره نمایش میده در یک خط هستش، روی لاین هست و چون این عمل همینجوری داره پشت سرم انجام میشه، میبینید که بالای صفحه من همچنان در حال لود شدن هستش و هنوز هم پیج من کاملا لود نکرده، که البته لود هم نمیکنه چون در یک حلقه هستش و حلقه همچنان داره به کار خودش ادامه میده و پشت سر هم شماره جدیدی رو تولید میکنه برای من. الان میتونیم بیایم به عنوان مثال اینجا کدومون رو یه تغییری هم بهش بدیم، مثلا اینجا پلاس پلاس بکنه و بگیم if اگر my نمبر من کوچکتر از 20 بود. اینجا اکو کنه برای ما my number رو. سیو میکنیم. خب همینطور که میبینید مقادیر برای ما نمایش داده میشن. خب حلقه بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم حلقه فور هستش در پی اچ پی. فور ایکس برابر با صفر ایکس کوچکتر مساوی ده ایکس پلاس پلاس. اکو کنه برای ما. The number is یک x تعریف کردیم، مقدار اولیش رو صفر قرار دادیم و اینجا گفتیم اگر x کوچکتر مساوی 10 بود، یعنی تا زمانی که کوچکتر مساوی 10 هستش برای ما پلاس پلاس بکنه. خب ببینید که نتیجه رو به این صورت برای ما نشون داد، یعنی از صفر شروع کرد، صفری که خودش بود تا مقدار 10 برای ما رفع ادامه نداد. اگر من
مقداری رو تا سی به عنوان مثال بذارم و مجددا رفرش بکنیم، میبینید که تا سی فقط برای مومن. خب اینم استفاده از دستور فور بود در PHP. لوپ بعدی که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم فور ایچ هست. خب کاربرد عمده ای که فور ایچ داره در مواقعی هستش که شما یک آرایه دارید، یعنی مجموعی از اطلاعات رو یک جا دارید و از فور ایچ برای سویچ کردن روی اونها یا فراخونیشون استفاده میکنید. من اینجا یک اری تعریف میکنم با نام کالر و آرایه داخل آرایه خودم مجموعی از رنگ ها رو تعریف میکنم: رد، گرین، بلو، بلک. خب من اینجا یک آرایه تعریف کردم به نام کالر که رنگ های قرمز، سبز، آبی و سیاه رو در خودش داره. از حلقه فور ایچ استفاده می کنم. فور ایچ میگم به ازای تمام کالر هایی که از اینجا یک متغیر دیگه تعریف کنم به نام ولیو یا ریزالت یا هر چیز دیگه که خودتون میخواید تعریف کنید، ولیو برای من نمایش بده. ولیو و برای اینکه یک خطم به پایین بیایم از تگ بی آر استفاده میکنیم. سیف میکنم، رفرش. خب اینید که هر چهار تا رنگ رو از توی آرایه برای ما نمایش داد. البته میتونیم آرایه هامون رو به این صورت هم صدا بزنیم. به عنوان مثال value به عنوان مثال 0. که این رو برای ما برمیگردونه. من اگر آرایه دو رو بخوام نمایش بده، به همین ترتیب میتونید هر آرایه رو که بخواید اینجا برای شما نشون بده. خب میدونید که آرایه زیرو بیس هستن. اگر رد رو بخواید نمایش بده اینجا باید صفر رو قرار بدید، برای گرین یک، برای بلو دو و بلک سه. خب یک مثال دیگه از حلقه فوریچ براتون میزنم و این ویدیو رو اینجا تمومش میکنم. یک متغیر تعریف میکنم به نام age
Verbo. Arei. Po bona mesol. Petra. Salam. Ben. İstopanç. Muhammed. Soft. این مقادیر رو، این اشخاص رو با این سنها توی آرایه خودم تعریف کردم. در گام بعد for each. Age رو فراخونی میکنیم از یک متغیر تم تعریف میکنم x مساوی متغیر بعدی s value. اینجا اکو کنه برای من. متغیر x که برای نام ها برابر با value برای سن ها تگ بی آر هم برای یک خط به پایین. خب سیو میکنم. میبینید که اینجوری برای شما نمایش داد از توی آرایه. پتا 30 ساله، بن 27 و محمد 25 و محمد 27 رو برای شما نمایش داد. این هم استفاده از دستور for each.